و ما خبر آخر، سازمان ملل متحد اعلام کرد 80% کودکان یمنی به کمک‌های فوری نیاز دارند. سه نهاد شناخته شده وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک هشدار دادند شیوع وبا، جنگ و سوء تغذیه در یمن باعث شده 80% کودکان این کشور به کمک‌های فوری نیاز پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان‌های یونیسف، برنامه جهانی غذا و بهداشت جهانی در این بیانیه مشترک افزودند به دلیل جنگ، سوء تغذیه و بروز بدترین همگیری وبا در یمن، 2 میلیون کودک در این کشور نیازمند کمک‌های فوری هستند. این دسته از مدیران سازمان ملل که پیش از این به مدت 3 روز از نزدیک از مناطق تحت کنترل دولت یمن و مناطق آشوب زده این کشور در عدن دیدن کرده بودند، اعلام کردند که کودکان این کشور به سبب آلودگی های ناشی از این جنگ نابرابر از مشکلات تنفسی شدید نیز رنج میبرند. بر اساس این بیانیه، شیوع وبا در یمن باعث مرگ حدود 1900 نفر شده و نزدیک به 400,000 مبتلا به بیماری وبا نیز به ثبت رسیدند. در این بیانیه تاکید شده است از آنجا که 99% مبتلایان به وبا می توانند با دسترسی به خدمات بهداشتی لازم زنده بمانند، از این رو کمک های بشر دوستانه می تواند کمکی قابل توجه به مردم جنگ زده در این کشور باشد. این بیانیه در عین حال از جامعه بین الملل خواست تا بر تلاش های صلح‌آمیز سیاسی خود برای حل بحران یمن و نیز بر میزان کمک های بشر دوستانه برای حل بحران انسانی در این کشور بیفزایند، زیرا بیش از 60% مردم قحطی زده این کشور هنوز نمی دانند وعده غذای بعدی آنها از کجا می آید. شایان ذکر است از آنجا که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مسیرهای هوایی، دریایی و معابر کمک رسانی بین المللی به مردم یمن را نیز سد کرده، دسترسی مردم به کمک‌های بین‌المللی بسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است. یمن فقیرترین و یکی از کمابترین کشورهای عربی است که سومین سال حمله ائتلاف متجاوز عربی با رهبری عربستان سعودی که به بهانه بازگرداندن قدرت به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مصطفی و فراری این کشور را تجربه می‌کند. این حملات که همچنان ادامه دارند تقریبا تمام زیرساخت‌های یمن را ویران کرده و ده‌ها هزار جانباخته و مجروح بر جا گذاشته است.